نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 18 همه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در تشریح مفهوم احیای قدیر فرمودند احیای قدیر به معنای تعظیم و تجلیل نمودن از قدیر است که بر پای مجالس شادی و انواع به انواع و اقسام تجلیل و تعظیم قدیر از جمله این موارد است و همگان بایستی نسبت به انجام آن احتمام نمایند و هر کسی در اشیره، بستگان، شهر، روستا، محل کار، محل تحصیل، مدرسه و دانشگاه خود برای تعظیم و تجلیل و احیای این واقعه مهم تلاش کند. معظم الله در شرح مفهوم قدیر اول و قدیر ثانی فرمودند روایتی از امام هادی و یا امام حسن عسکری سلام الله علیه ما نقل شده که از نهم ربیع الاول به قدیر ثانی تعبیر شده است که قدیر اول تبلور تولا و قدیر ثانی تبلور تبرا است و استفاده از این دو تعبیر به دلیل روایت نقل شده از امام معصوم علیه السلام است ایشان در ادامه تاکید فرمودند تولا و تبرا از اصول دین است و به تعبیری از فروع اصول دین به شمار می رود و جزء فروع فقهی محسوب نمی شود چرا که فروع فقهی دین با اعمال انسان مانند نماز، روزه و حج ارتباط دارد اما تولا و تبرا برای آموزش به کودکان و به منظور فهم آسانتر آن جزء فروع دین قرار دادند وگرنه تولا و تبرا از لوازم اصول دین به شمار می آید با هم

والتبري كلاهما جعلاهما في فروع الدين هذا مو بالايه والروايه وارده وانما جماعه جعلوهما لتعليم الاطفال